سلام، من شالگل خواجه در برنامه خبری رادیو آزادی شما را همراهی میکنم. امروز 20 می است و نخست میبینیم که کدام موضوع ها را دارد. با قراری وکیلان توجیک از نیمه ماه آوگوست امسال سیمکارت افراد فعال خواهد بود که شناسنامه نو دارند. از یک قسم نظامی به قسم دیگر و یا چرا جوانی را که داغ سودی دارد نخست ابلاغ کردند و حالا در کمیسیریت حربی نگاه میدارند. من گفتم، من کمیسیریت حربی زمین تروزوده گفتم، من گفتم من به زبان خطی که همین بچه چی جنایتی کند من جوابگر گیر بر گفتم گوجه براتون برای خدمت شکنه. خطی سعی رو دیگر کردن زویران سیلای شپرکوی سرنگ گزارو با نام مشخور از توجکستان خارج می شوند. این شهر دوشنبه برای آنها مثال یک توقفگاه موقتی شد. از این به بعد افرادی که میخواهند در صفای وزارت کارهای داخلی، دوستیتونی و اوجانسی مبارزه با گردش غیر قانونی مواد نشئه دار کار کنند، موظفند قبل از آغاز فعالیت اعلامیه داروهای خود را پیشنهاد نمایند. پارلمان توجیکستان در این باره امروز به قانونهای کشور تغییرات وارد کرد. میرزانبی خلقزاد میگوید یکی از دیگر مسئله های مطرح در پارلمان به سیمکارت و شناسنامه های نو دخل داشت. بر اساس تغییر الاوه ها به دو کادکس جنایی تاجیکستان، من بعد افرادی که سیمکارت های خود را به نفر دوم و یا سیوم می دهند مجازات کرده می شوند. امروز در اجلاسی پارلمان تاجیکستان تغییر الاوه ها به این دو کادکس، یکی کادکس ماموری و دیگر کادکس جنایی، مورد بررسی قرار گرفت و تغییر الاوه ها تصدیق شدند. این دو طرح را معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان اکرام عمرزاده معرفی کرد و گفت که بر اساس ماده 341 قانون کدکس جنایی تاجیکستان، افرادی که سیمکارت های خود را به نفر دوم میگذارد و یا اینکه از طرف گروه های تروریستی یا تندگرا استفاده میشوند، مجازات به اندازه از 20 تا 80 نشان دهنده، یعنی جریمه کرده می شوند و یک نشان دهنده برابر با 55 سامانه می باشد. به این بحث معاون رئیس پارلمان تاجیکستان عبدالجبار عزیزاده نیز همراه شد و گفت که به خاطر آنکه یک اژیاتاژ یا هیاهو و تهلوکه بین مردم نافتد، باید وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کارهایش را، یعنی کار مقامات هایش را باید بیشتر کند و جدیتر کار را روی دست بگیرند تا اینکه توانند سری وقت مردم را با پاسپورت پلاستیکی تامین کنند. ضمناً در برابر مشکلات سیم کارت یک محدودیت دیگری نیز در پیش است، بخصوص برای آنهایی که تلفن های هواوی دارند. شرکت گوگل اخیراً همکاری هایش را با هواوی قطع نمود. این اقدام بعد آن صورت گرفت که وزارت مالیه آمریکا تصمیمش را درباره بروی خط سیو وارد کردن این شرکت عظیم چینی اعلام نمود. به همین ترتیب هواوی از دسترسی به هر گونه خدمات و برنامه های شرکت آمریکایی گوگل محروم می شود. ادامه از کیومرسی عطا. هواوی مجبور خواهد شد برای نجاتش نرم افزار خود را تهیه کند. این است خلاصه کارشناسی فناوری های اطلاعاتی از استرالیا. روز 22 می در صحبت با خبرگزاری ریترز ستیون فنچ گفت که محروم شدن شرکت هواوی از نرم افزارهای گوگل سرنوشت این شرکت عظیم چینی را با تهدید مواجه می کند. این مثل ماشینی می شود که شما آن را با مواد سوخت تامین کردن نمی توانید. برنامه ها و نرم افزارهای نو به آنها نخواهند رسید. یعنی اگر فردا گوگل نرم افزاری نو را به معامله وارد کند، تلفن های هواوی از استفاده آن محروم خواهند شد. این تلفن ها فقط با نرم افزارهای کهنه کار خواهند کرد. تلفن های هواوی با پلتفرم یا خود سیستم عملی اندروید شرکت آمریکایی گوگل کار می کنند. هفته گذشته وزارت تجارت آمریکا شرکت هواوی را از حق خریدن اشیای آمریکایی و از جمله نرم افزارهای این کشور محروم کرد. به قول کارشناس استرالیایی، تا حال عکس العمل شرکت های موبیلی و مشتریان تلفن های هواوی به این اقدام ایالات متحده واضح نیست. ما نمیدانیم که شرکت های موبیلی چی واکنش نشان میدهند. فعلا مشکلی به نظر نمی رسد. وضعی واقعی بعدی 6 تا 8 ماه و یا حتی یک سال معلوم می شود. ما نمیدانیم که هواوی چگونه استفاده می شود. امریکا موقتا تحریم هواوی را سبکتر کرده مجوز هواوی را تا 19 آوگوست تمدید کرد. یعنی تا روز 19 آوگوست تغییر نظررسی به وقوع نخواهد پیوست.
خدمات دولتی مرزبانی قرزستان از یک نیزوی دیگر در مرز با تاجیکستان خبر داد. حادثه دیروز در قبرستان با وقوع پیوست که 150 متر دور از خط شرطی سرحد و در حدود تاجیکستان جایگیر است. گفته می شود نیزو روز بعد از گروچوب یک سکین اسکی مزوری نویه بودکند رخ داده است. در همین حال اقبال الیاس‌زاده سخنگوی حکومت شهری سفرا خبر داد که گروه مسلحی سرحدبانان قرزستان با حدود مرز تاجیکستان در منطقه جماعت دهات لکون شهر اسفرا هدفناک وارد شدند و چنین رفتاری مرزبانهای قرزستان را اغوا نمود. حالا مذاکرات مرزبانهای تاجیکستان و قرزستان ادامه دارد. رومیوران با موضوع دیگر دادگاه در پایتخت روسیه با محاکمه چند زاده تاجیکستان پرداخت. با قبل تفتیش شد این افراد دو سال پیش تلاش کردند در قطوره روی آهن عملی تروریستی انجام بدهند. گویا هدف متهمان اعتراض به عملیات نظامی روسیه در سوریه بوده است. هرچند اکثریت گمانبران این ادعا را رد میکنند و میگویند گناه ندارند. گزارش تلویزیونی نستایشی وریمه را مومن احمدی تقدیم میکند. دادگاه نظامی شهر مسکو هفته روان با بازپرسی شاهدان از روی پرونده عملیات تروریستی ناموفق در راه قطار را شروع کرد که 13 یولی سال 2017 صورت گرفت. طبق فرضیه تفتیشات پیروان گروهی به نام دولت اسلامی در راه قطار بلند سرعت سبسنگ که از مسکو به سنگ پترزبورگ حرکت میکرد آلات فلزی را گذاشتند. آنها میخواستند که قطار از راهش خارج شود ولی این نقشه آنها عملی نگشت. در نتیجه این قطار با آهن برخورد ولی از راهش خارج نگشت و تنها 5 واگن آن آسیب دیدند. از بین 7 گمانبر تنها یکی از آنها فرهاد نجمی دینوف ارتباط به جنایت را اعتراف کرد. محمدی بابایاروف تنها نگهداری سلاح را به گردن گرفت. دیگر 5 نفر گفتند که هیچ گناهی ندارند و اتهامات بی اساس است. به هنگام محاکمه سودی راننده قطار مهندس و معاون سردار ریاست راههای آهن روسیه پرسیده شدند. راننده و مهندس نقل کردند که هنگام احساس ضربه از زیر قطار را من نموده و با مشاهده آسیب به حرکتشان ادامه دادند. همه این وقت مسافران در قطار بودند. در مرافعه تا به حال نظر خود متهمان شنیدن نشده است. وکیلان دفاع و دادستانی از اظهار نظر در این زمینه خودداری می‌ورزند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. ولیدان یک جوان از نویه ترسون زاده گفتند پسری ابلوه شده آنها از یک قسم به قسم دیگری حربی سرگردان است. وزارت مدافع میگوید احتمالاً این جوان را جواب میدهند زیرا داغ سودی دارد. ولی به قول کارشناسان گاهو بنابر سر وقت پر نشدنی نقشه دعوت افراد بیمار و محبوسان سابق را نیز زوراً به خدمت میفرستند. هرچند بعضاً چنین حالت درد سرساز میشود. سروین وزیر هلو موضوع را ادامه میدهد. خوجاین همونجا گفته است که من با پرابلم ادا کار نه گیر این اگجی اووری گیر بار اینا ان میگه پاگرام زاستا و بردن او جان گفته که من پرابلم ادا کار نه اره در استانتا دا گیر بار گجوی میبرتون برتون به همین خاطر با گراندا اووری پسر این مرد رو بعد جلب مجبوری به خدمت حربی 4 روز باز یگان قسم نظامی همچون اسکر قبول نکرده است شهباز زیادالله 25 ساله از طرف مقامات محلی شهر ترسونزاده ابلوه شده است و حالا در کمیساریت حربی شهر دوشنبه نگهداری می شود. داغی سودی شهباز سبب شده است که قسم های حربی او را قبول نکنند. من سپرافکا آورم. پسرم در اونده پروزده هم میگوید سپرافکای در اونده پافتن. سپرافکای خدم به نظر نگیفتن. دینه بگهی پسرم روی کردم نوحیه 5. اول روی کردم چستی MCS. نوحیه 5 قبول نکرد اونجا روی کردن پاگرام زاستا و نوحیه 5 اونجا هم قبول نکرد تو پسرم گراندا اورگی ده همین نو چی شت است شهباز یادالله سال 2014 در یک مناقشه گروهی برای درونیدن سر و لباس میلیسه زندانی شد عبدالغفور زیادالله میگوید مقابلی به خدمت رفتن پسرش نیست ولی بیم دارد در خدمت دوباره دست به جنایت میزند من وقتش بخ میخواستم اینا که ده همه یوشش رفت خدمت برای چی خدمت نکنم من خودم دو سال اونجا خدمت کردم جنایتکار به چه یارق میدی؟ فعلش تیز من میدونم پسرم من میدونم مسئولان وزارت دفاع میگویند نواسکارانی که داغ سودی دارند اگر دعوت هم شده باشند تا مراسم سوگند یادکنی از قسم حربی جواب داده میشوند و نباید ادای خدمت کنند
حقوقشناسان میگویند در بسیار حالات جلب جوانان قبلا سود شده با اسید دفشینه یا مهدرسالاری در قسم های نظامی و در نهایت امر صادر کردن جنایت می شود. قانونگذاری مقرر کرده است که شخصانی که جنایت های مخصوصا وزنین یا وزنین صادر کردند تو دوغ سودیشان برداشته نشده است، آنها نباید که به خدمت حربی دعوت شوند. اما سوال هنگامی دعوت جوانان به خدمت حربی موارد های زیادی جلب مجبوری جوانان بیمار و یا دانشجویان آموزگاران رسانه ای می شود. کسی با دوغ سودی دعوت شده باشد کم اتفاق افتاده است. سروینوز روح‌الله، شادمانی تیم، آزادی، دوشنبه. بینندگان عزیز، بار دیگر یادآور میشوم که رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نواری شما در برنامه خبری رادیو زودی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفنی ما +420 724 056 681 است. بار دیگر تکرار میکنم که این رقم تنها برای قبول نوار و عکس و خبر هاست، نه صحبت تلفنی. تنها در حالتی که ما از شما مواد دریافت کردیم، برای پیدا نمودن تفصیلات بو شما تماس خواهیم گرفت. برنامه را ادامه می دهیم. ظاهران مهمانی شهپرکوی پرنقش و نگار در تاجیکستان به پایان می رسد. سلای شهپرکو که یک هفته باز بایسی سر و صداهای ساکنان شده بودند، سمت حرکت خود را تغییر می دهند. متخصصان تاجیک می گویند این حشرات هیچ زیان نداشت و نگرانی مردم نیز به اساس بود. زرنگیز نوروشو و برای دوسوفی این موضوع را پیگیری کردند. توقف موقتی سیلای عظیم شهپرک ها در شهر دوشنبه و نواحی اطراف پایتخت که چند روز باز تعداد از ساکنان را سخت نگران کرده بود، تقریبا به پررگی خاتمه یافت. به گفته دانشمندان زیست‌شناس تاجیک، طول 5 روز اخیر سیلای عظیم شهپرک های نوع مشخور از منطقه های کوهستانی وارد نواحی اطراف شهر دوشنبه شده بود. با گفته آنها، مهلت توقف آنها در یک منطقه وابسته به شرایط آب و هوا از 5 تا 10 روز است. اینها حشرات های کوچبنده هستند، آنها کوچ می بندند و سمت پرواز آنها به شهر دوشنبه راست آمد و این شهر دوشنبه برای آنها مثال یک توقفگاه موقتی شد که در همین جا برای که آنها در هنگام پرواز تا 500 کیلومتر مسافه را طی میکنند. نومی نوی شهپرک هم از رستنی مشخور گرفته شده است که تمام دوره انکشاف و تخمگذاری شهپرک مشخور در داخل آن میگذرد. سبب افزایش شماره نوی شهپرک را دانشمندان تاجیک نمناکی زیاد و به یک بارگی بلند شدن حرارت هوا، همچنین رشد رستنی های مشخور، گزنه و این قبیل رستنی ها میدانند. از آن جمله به انسان یگان خیل تاثیر نامطلوب نمیرساند، یگان خیل ریاکسیه های آلرژیوی هم به انسان آوردن نمیتواند. آن عقیده هایی که در بین مردم در خصوص آنی که مثلا اینها برانگیزنده بعضی از بیماری های ویروسی هستند، اینها مطلقا غلط هستند. به قول دانشمندان تاجیک، شهپرک مشخور بعضی راحت های کشاورزی نیز زیان نمیرساند، اما کشاورزان میگویند سلای شهپرک ها مثل دیگر حشرات در صورت تخمگذاری بعضی راحت کشاورزی آنها میتوانند زیان جدی رسانند. از این رو کشاورزان در روزهای اوج حرکت شهپرک های مشخور برای حفظ کشتزار خود از تدابیر کار گرفتند. همه سبزیجات ما کدگی منواز نگاه کنه چه گشتیان همه سبزیجات ها تخممونن یو بعدی که تخم ماندن یا تخشون بسیار میشه. همه ما درست پس حاضر همه داروهایی که مثال برزید همه شپرک ها کرمه همه دارو رو حاضر زده سه. من همه سبزی رو هم دینه دارو زدیم، ما دارو تایفون زدیم با دارو یک بی 58 میگه ویا زدیم، کچش کده زدیم برای که اونا کوازی هم بسیار تر کچش کده چسب دستیم. اما محققان پژوهشگاه زوولوژی و پارازیتولوژی اکادمی علم های تاجیکستان برای نمونه در چند شهپرک مشخور تجربه گذرانیده ثابت کردند که این نوع شهپرک برای انسان و زراعت کشاورزی بزیان است. اما به قول آنها 6 سال قبل سلای شهپرک های زرین دنبالک به پایتخت و اطراف آن وارد شده بود که آن نوع شهپرک به انسان زیانی آلرژی و یا حساسیت داشت. و یک بخش یک لخت فروشی مواد خوراکواری بزرگ مرکزی خوولینگ با کومی اوتش رفته است. شایدان گفتند که سختار نیمه شبی 22 مای رخ داده و با کمک اوتش نشان ها خاموش کرده شد. مسئولان در جماعت شهرک خوولینگ میگویند که در پای این سختار دو دکان ضرر دیده است. سلیمان یوسوپوف رئیسی جماعت شهرک نویه خوولینگ چهارشنبه 22 مای در صحبت با رادیو زودی گفت که در این اوتش سوزی دو دکان سبزیجات و گوشت فروشی با
محکومی آتش رفته است. و فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، از آنکه تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و همین گونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما از زون www.azadi.org. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میشود. فراموش نکنید تا برنامه فردا. خدا نگهدار.